ضرب در 15 مساوی پی دومون که مجهول 40 اتمسفر. این ور تقسیم بر 5 میشه 8 تا، تقسیم بر 5 میشه 3 تا. عملا اینجا ما پی دومون میشه 6 هشتم یا 3 چهارم اتمسفر. ولی بچه ها اینو باید ضرب در 760 سانتیمتر جیوه، میلیمتر جیوه بر روی یک اتمسفر کنیم تا اتمسفر با اتمسفر خط بخوره. خب 760 تقسیم بر 4 چقدر میشه؟ میشه 190. ضرب در 3 کنیم میشه 30 تا از 600 تا کم کنیم میشه 570 میلیمتر جیوه. اینم از این گزینه 1. یه بار دیگه سریع توضیح بدم. دو تا شرایط به ما داده. شرایط اولیه، شرط اولیه چی بوده؟ شیر بسته بوده، انگار این اصلا وجود خارجی نداشته. اوکی؟ یه دونه هلیوم داریم که دما ثابته، مولمون هم ثابته، توی دو اتمسفر فشار و 15 لیتر هم حجم مخزنمونه. وقتی این شیر رو باز میکنیم میگه حالا بگو فشار چقدر میشه. وقتی ما این شیر رو باز میکنیم حجمه به 40 لیتر افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون این وقتی 25 لیتر این ورم 15 لیتر، جمعشون میشه 40 لیتر. P1 V1 میشه P2 V2، با هم برابرن دیگه اینها، حاصل ضربشون گفتیم، چون اینها در هر شرایطی که عدد ثابتن زمانی که مول و دما ثابت باشه. با جاگذاری به این نتیجه میرسیم که P2 ما 3 چهارم اتمسفره. کسری نوشتن هم دوست داشتیم، ما از اشعار متنفر بودیم دیگه، بخاطر اینکه کار ما رو سخت در میکرد. اینو کافی زد در 760 میلیمتر جیوه کنیم تا به میلیمتر جیوه تبدیل بشه اتمسفر، و در نهایت جواب میشه 570 میلیمتر جیوه. خب بچه یه سوال پرسیده پانیز، میگه استاد وقتی شیر باز میشه بازم طبق اون رابطه فشار در حجم عدد ثابتیه. من از شما یه سوال دیگه میپرسم. من برای اینکه حاصل ضرب فشار در حجم رو یک عدد ثابت بگیرم چه شرطی گذاشتم؟ برای اینکه فشار در حجم رو یک عدد ثابت بگیرم چه شرطی گذاشتم؟ که N و T من ثابت باشه. قبول داری یا نه؟ مادام اینکه N و T من تغییر نکنه، این حاصل ضرب P در V یک عدد ثابته و فرقی نمیکنه که اون حجم 10 برابر بشه 100 برابر بشه. اتفاقا ما میایم این دوتا رو ثابت میگیریم، مهندس کشتی من، این رو ثابت میگیریم که چه اتفاقی بیفته؟ حاصل ضرب اینها بشه ثابت و اینها رو بتونیم بررسی کنیم کم و زیاد شدنشو. چی کار میکنی خداییش؟ چی تایپ میخوای بکنی؟ تایپ کن. خب خیلی تایپ کنی تایپ کن. زودتر بگو دیگه، من نفس افتادم اینقدر صحبت کردم، استراحتم که نمیدی. خب تعداد مول ثابته مگر اینکه خلاف ثابت بشه. شما الان میتونی برای من اثبات کنی که چی مهندس داره میاد پایین؟ احسنت احسنت احسنت. نمیتونی رنگ شیمی سخت نیست درش بیاری؟ یه نارنجی ملوه، بعد یه نوشته ها فوندش هم باید یکان باشه. اگر داری ایران یکان دستت در نکن. نه نوشته نارنجی نباشه، اون بک‌گراند نارنجی باشه. آقا بچه من اینجا امنیت جانی ندارم، چه وضعشه؟ این توهین میکنن. دو قشت خیلی تحت فشارن، یکی داورای فوتباله یکی معلمای کنکورن. ببینم. نه اون بنفشه نه نکن، اشکال نداره، قبول دارم ازت، ولش کن ولش کن. این کار آخه چی بگم آخه. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. خدا رو شکر این بار پانیز با اولین نکته که گفتم قانع شد. عجیبه بچه، یه سوال فرستاده بود در مورد، بذار آبروتو ببرم اینجا،
یه سوال فرستاده بود در مورد ارتفاعی که از زمین میگیریم و تغییر دما، و یه سوال حالا آنچنان پیچیده ای هم نبود، با دو روش هم حل میشد. خلاصه من یه کاغذ پیدا کردم، جوابشو نوشتم براش فرستادم. بعد میگه نه من 6 و 9 دهم آوردم، شما 6 و 6 دهم آوردین. بعد اصرار داره میگه معلم من هم 6 و 9 دهم به دست آورده، 6 و 6 دهم من به دست آورده بودم. و من 2 روز درگیر این بودم که این بچه چی میگه دقیقاً، مگه میشه دیگه؟ مثلا سوال پیچیده نیست که بگیم روندش کردم. بعد فهمیدم ارتفاع لایه تروپوسفر رو به جای اینکه 11.5 کیلومتر در نظر بگیره 11 کیلومتر در نظر گرفته بود. خب بعد اصرارم داشت آقا شما داری اشتباه میکنی. ریز میگفت، فکر نکنم مثلا کامل اینجوری میگفت که نه شما